شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها با به تأخیر انداختن یا پایان دادن قسمت اول برنامه جامعه سالم روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام جدود دکتر، وقتتون بخیر. سلام، بفرمایید. ارادتمندم جدود دکتر، من دیروز تماس گرفتم، در واقع شرکت کننده آخر بودم و خیلی وقت کم داشتم، به خدا شکر الان وقت شدم. خواستم که سوال من خیلی کلی بود، اگر خاطرتون باشه، راجع به بچه دار شدن اینها بود و وقت نداشتم راجع به خودم و همسرم باهاتون صحبت کنم. الان در واقع میخوام راجع به این موضوع به صورت مشخص راجع به بچه دار شدن خودم همسرم باهاتون صحبت کنم و اطلاعاتی که شما لازم دارید من خیلی سریع بهتون بدم، چون زیاد به شما گوش میدم. من 29 سالمه جناب دکتر، خانم 28 سالشه. من بچه سوم، بچه آخر از 3 تا فرزند هستم. خواهر بزرگترم 1 سال از خودم بزرگتره و برادرم 4 سال. همون خشمی طلبکار ناراضی بودم ولی الان بهتر شدم. خانومم دقیقا همون لاسترالی هستش که شما فرمایش میکنین، به فرزند سوم از 4 فرزند. فرزند اول یعنی خواهر بزرگترشون فکر میکنم نزدیک 6-7 سال بزرگتره، برادرشون نزدیک 3-4 سال و خواهر کوچیکترشون نزدیک 10 سال از خودشون کوچیکتر. جان دکتر، من فوق لیسانس مدیریت دارم از دانشگاه آزاد، شغلم کارمند هستم، کارمند شرکت خصوصی و همسرم هم دقیقا همینطور، درآمدهامون هم دقیقا برابره. سوال دیگری داری؟ من در خدمت هستم. سوالی که فقط دارم این است که چه مدتی ازدواج کردی؟ جان دکتر، من تقریبا 1 سالی که عقد کردیم و 3 سال از سال 99 ما هم دیگر میشستیم، یعنی 4 سالی که هم دیگر میشستیم و 1 سالی که عقد کردیم. آیا هیچ دلیلی به دلایل خانواده و فامیل از نظر ارثی وجود داره که فکر کنید بیماری ها یا مشکلاتی بوده که به خاطر اون نگران انتقالش به فرزندتون باشید؟ دقیقا من به خاطر همین تماس گرفتم. بله، زیاد اوضاع خوب نیست جناب دکتر. من در حال حاضر خودم حقیقتا درمان شدم، یعنی با توجه به این که من با شما آشنا شدم شروع کردم تراپی رفتن و در واقع دارو خوردن. من خیلی شخصیت عصبی داشتم، کودکی اصلا خوبی نداشتم، پدرم پارانویده، کاملا پارانوید، به طوری که با مادرم بودن. من یادم میاد که مادر من هر جو میرفت ما یه دعوایی داشتیم، بعد میگشت و بهش تهمت میزد و به خاطر همون نادانی و ناتوانی و نیازمندی واقعا مون تو این زندگی و ما همینجوری بزرگ شدیم. ولی خب کودکی ما سرازار به این صورت بود که شک بود و شک بود و شک و اذیت های پدرم. کاملا مطمئنم که پارانویده و هیچوقت قبول نکرد بره دکتر، ولی چطور پارانوید عصبی برخاش کرد و من در واقع خیلی آسیب ها خورده بودم، سرشار از خشم و عصبانیت بودم. چیزهایی از کودکی یادم میاد که الان اصلا وقتش نیست، ولی خب خیلی کودکی افتضاح قطعا شما میدونید. نه متوجه شدم. نه متوجهم. صبر کنید یه ذره، صداتون اول خوب بود، نمیدونم اگر تغییر پیدا شد یه کمی با شفافی قبلی نبوده، میتونید کاری برش کنید. من یه سوال ازتون دارم، غیر از پدر، چون این موضوع میتونه فقط از جانب پدر باشه، اما تو خانواده یه پدر، فرض کنید برادری، خواهری، پسر، عموی، دختر، دایی، عمه، کسان دیگه هم بودن که زمینه های پارانوید رو، چون اون زمینه ارثی شدید داره و بعدم میدونیم ما یه آدمی داریم که شکاک و سوءظن نیست، یه آدمی است که یه همچین پرسونالیتی داره
یه آدمی هست که نه زمینه سایکاتیک و روان پریشی داره و وارد اون حوزه میشه، یه نور شدیدش نوعی از اسکیزوفرنی است که پارانویده. بنابراین به من بگید که پدر به صرف مشکوک بودنش و بیانش وارد اون حوزه و حریم میشه، ولی آیا مثلا فقط چون نمیدونست و خبر نداشت که مادر کجا رفته یا چه اتفاقی افتاده شکاک میشد، یا به حساب خودش دلایلی داشت مسائلی رو مطرح میکرد؟ کاملا دلایل داشت و کاملا بیماری بود. من متوجه هستم فرمایش شما رو، چون متعدم دارم در این خصوص. کاملا بیماری بود، یعنی فرض بفرمایید مادر من اگر 30 سال 35 سال توی این ازدواجه یا شاید کم بیشتر، هیچ جا اصلا نمیتونست بره و همیشه خونه بود. حتی من میرفتم نون میگرفتم، من میرفتم خرید میکردم، گفتم تو هیچ جا نرو. چون یا مثلا میرفتم خونه در واقع فامیله مادر، میرفتم خونه با بزرگم، اینو برمیگشت قطعا دعوا بود، گفت تو به پسرموت نگاه کردی، تو به اون نگاه کردی، و دعواهای بسیار شدید. جوری که یک هفته ما من میلرزیدم قشنگ. یادمه موقعی که پدرم صبح میرفت سر کار، نفس راحت میکشیدیم ما بچه ها و مادرم، و موقعی که برمیگشت این کابوسی که این اومد دوباره یک شکنجه هایی جرام دکتر، که مثلا بیانم گفت تشنمه، آب میبردم براش من بچه، و یهو میزد زیر این پارچ و لیوان و همه اینا رو سر صورت ما. بعد سر صفره یهو صفره رو خزار، یک حالت پارانوید عصبی پرخاشگری که در حقیقت بیماری بود، بیماری وحشیانه خیلی وقتا میشد. بعد از دوباره آشتی میکردم. آره اون مهم نیست. خانواده دیگه کسی رو دارید یا چیزای شریدی درباره برادر یا مثلا خواهر پدرتون یا فرزندان اونا؟ یعنی میخوام بگم آیا فقط پدره که با این ویژگی روانی بوده یا کسان دیگه هم تو خانواده پدریتون رو ازش خبر دارید؟ بله جناب دکتر، پدر من یک فرزه، مادرش خیلی زود از دنیا میره، تا چون ما زیاد رابطه نداریم با اونادشون، و اینو داییش بزرگ میکنه و توی خیابون ها رو کار آزاد دست فروش اینها. بعدم میاد میگه شغل در واقع پرستاری خوند و یک شغل دولتی پیدا کرد، ولی خانواده زیاد رابطه ای نداشته، ما هم نداشتیم، ولی تا اونجایی که میشناختیم نه، بقیه یک مقداری نرمال بودن، یک مقداری چون زیاد رابطه نداشت، ولی این حالش خیلی بد بود. یعنی همیشه برای من روشن بود که حالش خیلی بده. بنابراین مادرش که خیلی زود فوت شد، پدرش هم تقریبا داییش بزرگ کرد پدر من رو، ولی تا جایی که من میدونم نه، به این صورت، به این شدت و حدت، حالا اونهایی که ما میشناختیم، دایی پدرم و کسی که دور و برش بودن، نه، من چیزی ندیدم. ولی داییتون چند تا فرزند دیگه داشت که پدر رو بزرگ کرد؟ دایی پدرم با همون دایی پدر پسر دیگه داشتن. و اون وقت پدر شما بزرگتر بود، کوچکترین بود، چی بود؟ بله بزرگتر بود. با اون وقت فکر کنید رفتار داییتون با پدر چه بود؟ آخه من پدر مادر هر دو رو از دست داده بودن که داییشون اون رو. بله پدر مادرشون که همون تقریبا سر رفتن فوت شدن، و پدرشون خیلی زود، تا موقعی که این بچه بوده میره دست داییش، و تقریبا خودش مستقل بزرگ میشه، حالا شبو میرفته خونه میخوابیده، همینجوری کار میکرد، اینم حواسش بهش بوده، تا اینکه بزرگ شده و حالا رفته دیگه دانشگاه. و خوب بسیار پدر، البته آدم باهوشیه، یعنی خیلی خوب درسش رو قبول شده اون موقع و پرستار خوند و دیگه جدا شد، دیگه اومد ازدواج کرد و از اونها هم دیگه فقط یک رفت آمد و سلام. اون وقت چه خبری از محیط بیمارستان و پرستاری ایناش داشتید؟ یعنی حرفایی که میشنیدید، گزارشایی که بود، اشکالاتی بود، فکر بانید به چی مرتبط؟ بله. بود؟ آیا رفتارش اونجا عادی بود یا نبود؟ بله دقیقا جناب دکتر، پدر من پرستار بخش اعصاب و روانم بود، یعنی خیلی وضعیت، ولی خب الان که بازنشست شده حتی یک نفر هم نیست که به این سر بزنه. میدونم که حتی من چند بار رفتم مثلا محیط کارش، همه همکارا خب دقیقا میدونستن که این فکر میکنه که همه دارن علیش توطئه میکنن، با همه بد بود، همه هم دیگه از این دور شدن، و الان واقعا هیچ کس رو نداره، یعنی به غیر از خانواده هیچ کس دیگه، چون یه آدم پارانوید میدونم که تو محیط کار، توی خانواده، و برام اصلا مهرده که پارانوید شدید، و تو محیط کارش دقیقا این رو میدیدیم، کما اینکه کارش که تموم شد، بازنشسته شد، دیگه هیچ کنون از همکاراش هیچ دوستی نداره، هیچ همسایه، حتی من تو همسایه ها میدیدم نسبت به همه آدم ها شکاکی، نسبت به همه بدبینه، و حالش اصلا خوب نیست. پدر من این رو بر اساس پولاش یه ذره مطالعه داشتم، میبینم که خیلی حالش بده،
و همه همیشه بقیه رو مقصر میدونه و هیچ وقت قبول نکرده. حالا اون رو با توجه به اینکه پرستار اون قسمت بوده برای من تعجب آوره، چطور پزشکان اصرار نکردن که مشکل داری؟ حقیقتا راجع به اینکه چرا اصرار نکردن، چون یک ارگان دولتی بود در واقع توی نیرو انتظامی کار میکرد، پرستار یک بیمارستان نیرو انتظامی بود و درجه دار هم بود، یعنی یه جورای خرش میرفت دیگه، حرفش برو داشت و سرهنگ پرستار بازنشست شد و اونقدر مثلا قدرت داشت که حالا بتونه خودش رو شغلش رو حفظ کنه و اینها، کسی نتونه این رو در واقع تحت شعار قرار بده شغلش رو. ولی خب این برای من محرزه که حالش اصلا نصب کنید. شما گفتید آخه درجه دار، شما میدید در ایران درجه دار یعنی گروهبان و استوار، ولی اگر سرهنگ بوده پس اونه افسر بوده، پس اونه افسر ارشد بوده. بله متوجه. ببینید عزیز، ببینید صبر کنید، من متوجه شدم. نه من فکر میکنم که شرایطی که درش بزرگ شده او رو در جهت بدبین و منفی بودن و عدم اعتماد و اطمینان رشد داده، چون معمولا این که ما فکر کنیم زمینه بیماری بوده، اولا شما تو بقیه اعضای خانواده نشنیدید، در حالی که این بیماری بسیار جدی است. بنابراین حدس من این است که احتمال اینکه پدر یه ژنی در اون زمینه داشته باشه که احتمال انتقالش باشه 10%. یعنی اینو میخوام بگم چون به دنبال این بودم. چون ببینید برخی از اوقات وقتی بیمار رو و رفتارش رو توصیف میکنید، ما متوجه میشیم که زمینه ارثی عامل اصلیه. یه زمان نه، بر اساس حرفای شما نیست و چون عامل ارثی نبوده پس انتقالی هم نداره. نتیجتاً اون در حالی که ممکنه باشه احتمال خیلی کمی رو داره، ولی فقط خواستم این رو بدونید. ولی با وجود این انتخاب شماست. حالا شما کدامتون بیشتر فرزند نمیخواهید، شما یا همسرت؟ جان دوتون ببخش من توضیح بدم. این که فرمایش کردین این نظر شما خیلی دقیق مثل همیشه نظرتون به نظر الان من روشن شدم. بله توی خانواده انگار ارث نیست، ولی خبر بعد اینه که این اومد توی خانواده ما. من در واقع یک شخصیت عصبی بودم تا سن 25-26 که با خانمم آشنا شدم، بعد شروع کردم به درمان و واقعا رابطه‌ام با خانمم اون آدم خوب منو در آورد، تراپی و درمان، و الان واقعا حالم خوبه. این داروهای من فقط یه دونه سیتالوپرام در طول روز و یک سال و نیم دو ساله که خیلی خوبم، خدا رو شکر من حالم خوب شده، درمان شده. برادرم هم مشکل نداره، مشکل اصلی خواهرم. یعنی من اینو می‌بینم، خواهرم دقیقاً هم وقتی که مطمئن بودم پدرم پارانویده، خواهرم متاسفانه کاملا میبینم که بوردر لاین دیسوردره و خب انقدری که ما دیگه توی خونه پدری رو ترک کردیم، همه رفتیم توی حالا یه باغچه‌ای که یه خونه دیگه زندگی میکنیم، به همه دیگه این هم بدبین شد، پرخاش میکرد و کاملا حالت بوردر لاین دیسوردر رو توش میبینم. این یه ذره من نگران کرد از نظر ژنتیک. ولی یه گزینه دیگه هم هست، اینکه ما هم کودکی خوبی نداشتیم، یعنی میتونه اینم ژنتیکی نباشه و کودکی افتضاحی که بود. در واقع اون بحث باهوشی، اون کتابی هم که شما فرمایش کردید من دارم میخونم، غمنامه کودک تیسوش، خواهر منم خیلی باهوش بود و دانشجو پزشکی بود، دانشجو پزشکی قبول شد و انصراف داد، یعنی یه هوش انحرافی زیادی که باعث شد که در واقع الان من کاملا میبینم بوردر لاین هستش. ولی نگران اون ژنتیکم. شما میگید برفرض مثلا پدر من ژنتیک نباشه، ولی من نگران خواهرم هم. نظر شما راجع به خواهر من چیه؟ من و برادرم الان نرمال و طبیعی هست. نه نمیدونم برای این که هست. اولا اسم این کتاب درام آف گیفت چل به این اسم ترجمه شده؟ غمنامه کودک تیسوش میشه دیگه. فکر میکنم برای بابت خیلی ترجمه برای نام خاصی رو، چون اون کتاب واقعا یه مقدار نگاه و نظر رو در جهت نظم و ترتیب و فشاری که پدر مادرها به بچه ها میارند و بچه هایی که استعداد و قابلیت هایی دارن اون نشون میده. ببینید عزیز، با توجه تو به مسئله خواهرم که اشاره میکنید، با توجه به شرایطی که در خانه خودتون حاکم بوده، اونم تازه از جانب یه مرد نسبت به یه دختر خانومی، اونم میشه فهمید. حالا گفتم احتمال کمه، یعنی اگر شما یه دلیل نخواستنتون نگرانی از زمینه ارثی باشه به نظر من خیلی کمه. دوم، حتی میدونید نوع
اسکیزوفرنی، پارانوید اسکیزوفرنی هایی که ما داریم نوعیست که بیش از هر نوع اسکیزوفرنی هن با چهارگانه دیگه، چون پنج نوع هن، به دارو پاسخ میده. جالبش اینه نوع بد یا بدترینشه ولی به دارو پاسخ میده. بعدم امروز یه تغییرات و تحولاتی تو این زمینه پیدا شده. از اون گذشته عزیز، با توجه به توضیحات و توصیفی که شما کردید که تقریبا یه خانواده، یعنی یه فامیلی با این مشخصات پر از بیماری های مختلف و متفاوته، بوردرلاین یا شخصیت مرزی، مرزی یا ناپایدار زمینه ارثی به اون صورت نداره. برخی از مشخصات یا علائم درون بوردرلاین میتونه ارثی باشه. فرض کنید نوع استراب یا حتی همون شک و سوء ظن و یا افسردگی، اینا رو میشه مرتبط کرد با عامل ارثی، ولی غیر از اینه نمیدونم. آیا تلفن شما قطع شد؟ فکر کنم تلفنتون قطع شد. سلام مجدد جناب دکتر، اصلا میگم تلفنم قطع شد و من سری وقت شدم. من صحبتتون رو یه شنیدم، حالا از برنامه رادیو من فقط پرسشم نه سوالم از شما این بود که شما و یا همسرتون کدامتون بیشتر نگران داشتن فرزندید و دو سه تا دلیلتون؟ بحث زمینه شاد مسئله فلسفی و عمومیش رو دیروز با هم داشتیم. واقعا دلایل هر دوی شما برای نخواستن یا نداشتن بچه هر چه هست، مهم هم نیست، درست است، غلط است، نمیدونم خوب است، بد است، هم در کدامتون بیشتره، هم چرا بچه هست؟ چون دکتر الان حقیقتا میگم من احساس میکنم رابطه ما خدا رو شکر رابطه سازنده و ما هر دو تا داریم درمان میشیم و اصلا بچه رو اصلا بعدمون نمیاد. یعنی البته خانومم به خاطر اون لاستچایل بودنش حقیقتا چون یه بچه رو واقعا میبینم بزرگ کرده، خواهر کوچیک‌ترش رو، طبیعتا بله دوست داره که مثلا اگرم میگه بچه باشه تک فرزندی، ولی من خوب انقدر دلیل و برهان آوردم که تک فرزندی اگر میخوام بچه دار بشیم حداقل دوتا و یعنی مشکل نداریم، از بچه بعدمون نمیاد حقیقتا و حال هر دومون هم داره خوب میشه، خیلی خوب. یعنی میگه مشکلی که سوال دیگه که هست چون زوج خانواده خانوممه که استراب بسیار بالایی دارن، من میبینم که در واقع نسبت به بیماری از زمانی که کرونا شده و این از بچگی مشخصه که کاملا وسواس هم دارن، یعنی وسواس رو کاملا توشون میبینم، ولی خانومم خداشو کارش بهتر، یعنی پای من اومد تراپی رو شروع کرد، روان پزشک و قرصه وسواس هم داره میخوره. یعنی ما دوتایی حال عمومیمون بد نیست. خب حالا من ازتون یه سوالی دارم، صبر کن عزیز. شما که روانشناس دارید، روانپزشک هم دارید، شما رو هم میشناسن، داروها هم که اثر کرده، حالتون هم بهتر شده، از اونها سوال نمی کنید نظرتون درباره بچه از در زمینه و نگرانی ها چه هست؟ جا پرسیدم جا بودتا فقط برای من شما مثل گفتم دیروزم چرا قوتی تاریکتی و من یه جورایی اصلا شما رو خیلی قبول دارم، در حدی که من شاید اسم شما رو تتو کنم مثلا یا عکس شما رو تتو کنم. من برای همین منتظر بودم که در واقع برسم به شبی که با شما حرف بزنم، یکی از آرزوهای من این بود، دلیل اینکه نظر شما اینقدر برای من مهمه همین. خب آخه میدونی عزیز، ندیدم از... نه آخه این یه پیامی من غیر مستقیم میرسونه که میدونم تو احتمالاً موافق داشتن فرزندی، من رو هم به اون سمت و سو ببر، میدونی چون میدونی در انتخاب مشاور من مسئله ندارم عزیز، من نیستم، همونطور که خودت هم متوجه شدی نیستم، اولا یک نیستم، دو برفرض که باشه خفیفه میشه کنترلش کرد، معالجش کرد. من حرفتون رو قطع میکنم، من معذرت میخوام، اصلا یه خبر بعد دیگه هم دارم از سمت خانواده مادری خودم. من مادر بزرگم اواخر عمرش تقریبا 5 سال یا نمیدونم، من بچه بودم 10 سال آخر عمرم، 10 سال آخر عمرش افسردگی داشت و حالش خوب نبود و پسر دایی مادرم هم خودکشی کرد. این رو در واقع میدونم. تو چه سنی میدونی؟ جوان بودن، یعنی نزدیک 21 22 اینها جوان بودن و متاسفانه پسر دایی خودم هم یک بار مثلا خودکشی حالات درگیر بود با خانواده سر بحث جوانی و فلان و من پول میخوام و من ماشین میخوام و اینها و به حرفش گوش نمیداد و عصبانی یه خودکشی ناموفق، ولی افسردگی تو خانواده مادرم میبینم، این یه چیزیه که هست. ولی مادرم میگم الان که نزدیک 50 سالشه واقعا حالش خوبه، یعنی من تو خانواده مادرم از نزدیکای خودشون چیزی نمیبینم، ولی این خبر بعدم تو خانواده مادرم. حالا یه سال هر دو تا خودکشی رو از چه طریق میخواستن خودشون رو بکشن؟
حقیقتا اون پسردای مادرم که فوت شد خودش رو حلق‌آویز کرد و در واقع این پسردای خودم قرص خورده بود که حد میزنم برای جلب توجه بود که خیلی زود هم ما شنیدیم نجات پیدا کرد. نه یه کمی جای گفتگو اینا داره، اینا علائم دیگری است که نشون میده این سیستم و مجموعه مسائل و مشکلاتی داره. حالا بریم سراغ اینکه کدامتون غیر از این زمینه‌های بیماری و مواردی از این قبیل مایلید، میخواید یا نمیخواید. الان کاری ندارم که 3 ماه قبل یا 3 سال قبل به این موضوع چطور فکر میکردید عزیز. بله الان نه جاز بتو، الان ما حقیقتا یه مقداری میگن مثلا خانمم میگه زوده، مثلا 32-33 بچه دار بشیم، 32 آره دیگه مثلا 33 اینا میتونیم کم کم بچه دار بشیم. این مقداری الان چون 29-28 و اینجا خب موضوع اقتصادی اینا، ولی در حد 3-4 سال دیگه ما برنامه داریم که 2 تا بچه رو بیاریم، یعنی خیلی هم اینها رو مدون چیدیم، از این بابت مشکلی نداریم. خب بنابراین پیشنهاد من به شما این است که به این وضعیت ادامه بدید، در جهت هم بهبودتون هم ارتباطتون هم یک کمی درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان بخونید بدونید، چون خود اون یه مقدار زیادی کمک میکنه برای که چراغای روشن میکنه که با چه موضوعی مسائلی و یا چه جنبه‌های مثبت و خوبی روبرو خواهید بود. بعد 2 سال دیگه زنگ بزنید ببینیم که چیکار میکنیم، کجا هستی. من یادم میمونه دیگه برحال جناس تو ببخشید یه سال خیلی کوتاه از یاد وقتا شکست کنم بعدی هم نمیگیرم. این وضعیت قرص خوردن خودم جناب دکتر، من حالم خیلی خوبه، یعنی هر ویزیتی که با روانپزشکم دارم یعنی واقعا به این سمت میبرم که میگم میشه این قرص رو قطع نکنم. نمیدونم مثلا یه دونه سیتالوپرام در روز، البته مطالعه هم دارم ورزش هم دارم، اونا کمک کرده، ولی من میترسم از قطع کردن این قرص. خوردن سیتالوپرام جناب دکتر دراز مدت میتونه عوارضی داشته باشه یا بدون تردید؟ حالا دکترتون چقدر میگه حتما باید بخوری، میتونین نخوری یا نخور، ایشون چی میگه؟ چون والا نزدیک به 6 ماه پیش یا آره 6-7 ماه پیش که من ویزیت آخرم بود، همینجوری هی میرفتم پیشش هر ماه، میگفت چطوری، میگفتم خیلی خوبم خیلی خوبم خیلی خوبم، سری آخرم گفتم آقا خیلی خوبم، گفتش که تا 1 سال دیگه بخور، 1 سال دیگه بیا پیش من. فکر کنم مثلا 4 ماه دیگه باید برم پیشش. خب حالا شما حالا چون یه ذره نسبت به این موضوع حساسید، الان بعد از 8 ماه برید، چون اگر ایشون میخواست شما رو 1 سال در اون وضع ببینه فکر میکنم 8 ماه هم میتونه یه جوابی داشته باشه. چون میدونید عزیز یه تیپی مثل شما با توجه به یک کمی باهوشیتون و از جانب دیگه کنجکاویتون این شک و دودلی ها اذیتتون میکنه و من دلیلی براش نمیبینم. میدونی آدم خیلی از اوقات تصمیم بگیره حتی بعدا تصمیم اشتباه باشه، خیلی از اوقات آسیباش کمتره تا اینکه من همینجوری در حالت تو هوا بمونم. بعدم البته شما با توجه به تصمیمی که گرفتید خیلی خب میشه اصلا موضوع رو کنار گذاشت، سال دیگه رفت سراغش، ولی من فکر کنم از نظر داروتون و گزارش حالتون بهشون مراجعه کنه، چون داروها خیلی خیلی خوبن ولی بدون تردید زمینهای ساید افکت و تاثیرات جنبی و جانبی بد و منفی دارن و اگر بشه حذفشون کرد باید کرد. تازه بر فرض که شما که البته باید حذفش به تدریج باشه با مشکل روبرو شد دوباره بر میگرده، چون یه چیزی نیست که پلی پشت سرتون خراب بشه. به همین جهت است که خیلی خوب فرض کنید شما یه 2 ماه استفاده نمی کنید، میبینید تغییرات حالتون رو دوست ندارید، احتیاج به یک عامل کمکی برای برقرار کردن یه تعادل و توازنی در زندگیتون دارید، به دکترتون میگید، ایشون موافقت کردن، بر میگردید. بنابراین من فکر کنم با ایشون صحبتی بکنید و نظر ایشون رو من جواب کامل گرفتم جناب دکتر، معذرت میخوام در حد خیلی کوتاه یه سوالی بپرسم یا نه؟ حتما بپرسید، بگو عزیز. ببخشید آقای دکتر، من یکی از فوبیاهایی که دارم اوتیسم بچه آینده، برای این یه ذره اصلا هیچ اطلاعاتی هم حقیقتا راجع به این نداره. خیلی خب بنابراین من به تو بگم که در دنیای علم هنوز ما نمیدونیم اوتیسم و اوتیسم یا در خودماندگی علل و عواملش چیه، چرا به وجود میاد و برای چه میشه کرد، و بعدم در جهت معالجش هم
به دلیل اینکه اونقدر اون رو نمیشناسیم راهی نداریم، ولی چون درصدی که بچه های در خود مانده میان خیلی خیلی کمه، زمینه ارثی هم به اون صورت برش نشناختیم، علل و عواملش هم نمیدونیم، اصلا اون رو کنار بذار. نگران آتیزم یا در خود ماندگی به عنوان یه بیماری و مسئله نباشه عزیز. برای من این نکته آخرم بگم، پیشرفت هایی که همکنون داره میشه مثلا با کمک این هوش مصنوعی، من فکر کنم یه جهش و پرشی از نظر معالجه‌های بیماری‌های چه فیزیکی و چه روانی، مثلا روانی پیدا میشه. این که کمی هم عامل زمان به نفع همه ماست. اگر من یه فرزندی را الان داشته باشم که 10 سال 12 سال بعد افسردگی نشون بده، مطمئنم ما با امکانات بهتری از نظر پزشکی و روان پزشکی روبرو هستیم که میتونیم اون رو کاملا معالجه کنیم. بنابراین گذشت زمانم به نفع شماست. یعنی که الان که شما برنامه‌تون ریختی تو خودتونم برای خیلی کارهای دیگه آماده میکنید، این کارو بکنید. من در بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت یه فکرم یه جلسه 1-2 ساعتش خاطرم نیست در جهت آمادگی برای بارداری و حاملگی آوردم. دیدم میخواد بخش اول رو که فلسفه و هدفهاست بوده 15 ساعت است بشنوید. البته تولد تا 3 هم یه دفعه چراغا رو برای شما روشن میکنه که خاطرتون آسوده است با چه چیزهایی میتونید روبرو بشید، چه کارهایی میتونید بکنید. و مهم همطور که میدونید در 3 سال که سهله، حتی تو 8 سال اول مهم اینه که پدر و مادر اشتباه نکنن با آنچه که به عنوان پرورش هست در مقابل تعلیم و تربیت و آموزش، که مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد هست، فقط به همون مواظبت و مراقبت بسنده کنند و درگیری و دخالتی نداشته باشند. اونا رو هم بشنوید، اگر هم مسئله خاص و مطلبی بود با هم صحبت می‌کنی، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. خیلی ممنون جناب دکتر. اگر بعداً کسی رو دیدید که منو دید مثلا عکس شما رو تتو کرده اون روی بدنم، تعجب نکنید دیگه. والا من فقط نگرانی میره که به جای بدی اونو تتو نکنی. به هر حال مرسی عزیز. خیلی متشکرم، وقتتون گرفتم. متشکرم. نه عمدن خواهش. خوشحال شدم عزیز. با شنونده ی گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر هولاکویی. سلام. خوشحالم صدای مهربون شما رو میشنوم واقعا. لطف و محبت دارید، بفرمایید خانم. آقای دکتر من یکم از خودم و همسرم براتون میگم، چون من به شما زیاد گوش کردم و خواستم که خودم یه سری از سوالای شما رو جواب بدم. من فرزند آخر هستم از 5 تا فرزند، همسرم فرزند اول از 2 تا فرزند. من هلتکر پروفشنال هستم، همسرم دایرکتور دانشگاه هستش. 13 سال در رابطه هستیم، هر دو ازدواج دوممون هست. من 2 تا فرزند دارم، یه پسر و یه دختر. ایشون یه فرزند داره، دختر. رابطه من و همسرم نه. سن بچه ها چیه؟ اولا سن خودتون هر دو چقدره؟ خواهش میکنم، ما هر دومون مید 50 هستیم. من 54 هستم، ایشون 56 هست. خب اون وقت به من بگید بچه ها چند ساله؟ فرزند پسر من 28 سالش هست، دخترم 26 سالش هست، فرزند همسرم هم 19 ساله هستش. و گفتید 13 ساله؟ نفهمیدم، ازدواج کردید؟ با هم زندگی میکنید؟ چیه داستان؟ بله بله بله، ما 13 ساله که در رابطه هستیم با هم دیگه، با هم زندگی میکنیم. خب چرا نخواستید ازدواج کنید؟ دیگه خواستم براتون توضیح بدم، خیلی طولانی میشه. ما بعد از اینکه 1.5 سال همدیگر رو شناختیم، من از یه ایالت به ایالت دیگه که ایالت ایشون بود موف کردم اومدم، به خاطر اینکه ایشون، من خب هلتکر هستم، همیشه جاب همه جا هست برام، ولی ایشون گفتن که چون تنیر گرفتن از دانشگاه، گفتن که بهتره که من موف کنم، و من موف کردم از یک ایالت به ایالت دیگه. و بعد از فکر میکنم 6 ماه بعد از که من موف کردم، ما با هم ازدواج کردیم، یعنی که این لیگال شد ازدواجمون.
بعد از 2 سال که ما با هم ازدواج کردیم، خانوم قبلی ایشون مهریهشون رو به اجرا گذاشت. مهریهشون هم از اون مهریه‌های خیلی کلون بود که نزدیک 1354 این طورا باید سکه طلایشون باید پی می‌کردن. همسر مادر همسرم ایشون تصادف کردن توی ایران، که البته همسرم هم میگفتن که این همه توطئه‌ای همسر قبلیشون بود که ایشون رو بکشونن ایران، چون همسر من میدونست که اگه برگرده ایران این خانومشون مهریهشون رو به اجرا میذاره. خب چرا رفتن؟ خب حالا مادر مریض بودن یا فوت کردن، چرا آدم باید بره؟ مادرشون تو حالت کما بودن و خواهرشون خیلی اصرار داشت که من بیام اونجا برم زندان؟ من برم اونجا بیام امنار خروج بشم؟ برم یادمی تو کماست من تجربه؟ آخه عزیزم، یکی از باورهای عجب عجیب و غریب ما ایرانی‌ها این است که از پدرمون مادرمون عزیزانمون یه خاطره‌ای داریم، بعد اونا در یه شرایط بسیار بدی قرار میگیرن که اصلا دلمون میخواد اونا رو ببینیم، میریم اونجا تمام خاطره ذهنمون رو از گذشته پاک میکنیم، با این یکی میاریم و فکر کنیم این یه بایده. بعدم تازه اگر مادرشون در حالت کما هستن، رفت و آمد آدما چه هم داره، بعد خواهر ایشون اصرار میکنن، بیخود اصرار میکنن، بعدم اصرار بکنن، اصرار کردن، خیلی اصرار کردن، گفتم من تنهایی نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. کاری قرار نیست بکنن برای زنده ها، ما باید یه کاری بکنیم برای مرده ها، قرار چه کار بکنیم؟ یه نفر مأمور میکنیم، وظایف و چیزای شناخته شده است، معلومه که ماجرای مراسم و کفن و دفن و اینا سازمان های حرفه ای هستن این کار رو میکنن. یعنی ببینید، من تعجب میکنم از دو تا آدم تحصیل کرده درگیر یه همچین بازی مسخره ای بشن، چی میخوان ثابت کنن؟ بعدم در حالی که شما میمن میفرمایید میدونستند و خب بعد ایشون رفتن، بعد چی شد؟ بعد ایشون که رفتن ایران، این خانم قبلیشون مهریه رو به اجرا گذاشتن. البته خانواده‌شون این کار رو انجام دادن، چون ایشون خانم قبلیشون تو کالیفرنیا زندگی میکنه. اصلا چه اهمیت داره؟ موقع... بله چه اهمیت داره که کی به اجرا گذاشته؟ بله دقیقا همینطوره، گذاشتن و ایشون رو ممنوع الخروج کردن، چون که مبلغش خیلی زیاد بود، اون موقع فکر میکنم 7 میلیون بود. بعد ایشون دیگه خونه پدرشون رو به گرو گذاشتن، که البته اون به اندازه نصف اون قیمت مهریه ایشون بود. بعد با همون اومدن ایران، اومدن آمریکا و ایشون 2 ماه از کلاساشون رو میس کردن. خب یکی از همکاراشون این کار رو انجام دادن براشون و مدت زمانی هم که ایشون توی ایران بودن، من از دختر ایشون مراقبت میکردم، به خاطر اینکه خانومشون اصلا کاستیدی رو داده بودن به ایشون و 2 سال اول زندگی ما این دختر ایشون که خیلی کوچیک بود، 6 ساله بود تا 8 سالگی، مثل بچه خودم من از ایشون مراقبت میکردم. تو اون 2 ماهی هم که همسرم ایران بودن، من از ایشون مراقبت میکردم، میبردم مدرسه، میآوردم، یا اگه سر کار بودم، پسرم اون موقع 16 ساله بود و ازش خواهش میکردم که پیکاپش کنه از مدرسه. خلاصه 3 تا بچه ها با من بودن. وقتی که ایشون برگشتن، هنوز این خانومشون تهدید میکردن که میخوان که بقیه این بدهی که ایشون دارن به اجرا بذارن، دنبال وکیل بودن اینجا. و من از همسرم خواستم که، چون بالاخره ما با هم خونه خریده بودیم اینجا و منم از زندگی قبلم یه خونه دیگه ای داشتم، گفتم که من دوست ندارم که ایشون حتی به تمام این میدونیم مال و املاکی که الان ما با دو من بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، اگر همسر شما اینجا هستن، مهریه رو ایشون از چه طریق میخواستن در اینجا تعقیب کنن و بگیرن؟ همسر شما دست گلش رفت در آمن با تهدید کار آمن هم تهدید نه سب کنین رزا. آخه ببینید، من از 2 تا آدم تحصیل کرده آگاه که اولا میدونن بعد این نمیدونن میپرسن آیا شما در امریکا اگر مهریه ای رو ندید میتونن ببرن دادگاه مهریه رو از شما بگیرن، من اولین بار میشنوم. ایران برید، بله همون داستان ممنوع خروج و مسائل مربوط
به این موضوع هست، ولی در اینجا نمیدونم. حالا علتی که دارم عرض کنم، من نمیفهمم، این مهم نیست ماجرایی که چرا ازدواجتون رو این گونه اون نگردید. من فقط حیرتم در این است که ما چرا در قرن 21 یه دفعه برمیگردیم به قرن 2000 سال قبل از میلاد، که حالا مادرمون مریض، ما باید بریم اونجا. یعنی اینا از اون داستان‌های بذارید ازش بگذارید. من میتونم بعداً این رکورد اینو بگیرم از جایی خیلی رکورد این صحبت امشب دوباره این برنامه پخش میشه عزیز، بعدم رو اپ رادیو همراه خواهد بود، یعنی میزنید فردا یه چند ساعت دیگه میاد که برای روز برنامه رازها و نیازهای روز فرض کنید پنجشنبه 16 ماه می شما میتونید همه رو داشته باشید، همیشه هست روی اپ رادیو. خب حالا اون کاری که کردید تو رفتید، خب بالاخره شما بعدا به این نتیجه رسیدید که برای اینکه پورا باز نره به مثلا ازدواج رو مثلا تغییر بدید. اوکی خب دقیقاً ما خب دیورس کردیم، ما دیورس کردیم و ایشون یه خونه از قبل داشتن به اسم من کردن و این خونه‌ای که دوتایی با هم دیگه خریدیم کامپلیتلی به اسم من کردن، که خیالمون راحت باشه که این خانم نمیتونه دست به چیزی دراز بکنه. بعدم ایشون دخترشون رو دنبال کاستیدیش رفتن و همسرم مجبور شد که کاستیدی دختر رو به همسرشون بده. بعد از اون زندگی ما کلن خیلی عوض شد. البته پسرم هم از ما جدا شد، ایشون رفتن دانشگاه میشیگان و بیسیکلی ما دوتا بچه‌مون از همون جدا شدن و فقط دختر من که اون موقع فکر میکنم 17 ساله بودن با ما موندن. بعد از این ماجرا که این اتفاق افتاد، ایشون حتی مادرشون که فوت کردن، بعد سال بعدش ایشون پدرشون هم از دست دادن، چون همسرشون اون خونه‌ای که پدرشون توش بود به اجرا گذاشتن، دنبال کاراش رفتن و پدر ایشون از خونه بیرون کردن، بعد فرستادنشون نرسینگ هوم و پدر ایشون هم فوت کردن. البته احساس میکنم که این اتفاقا خیلی روی روحیه همسر من اثر گذاشت، چون هم مادرشون رو از دست دادن، هم پدرشون رو از دست دادن، هم کاستیدی دخترشون رو از دست. و من دیدم که گرادوالی خیلی رفتارشون عوض شده، خیلی توی خودش هست، خیلی خودش رو با کار مشغول کرده و اونجوری که قبلا توی خونه به من کمک میکردن، همه جا ما با هم دیگه خرید میکردیم، با هم ظرف میشستیم، غذا میپختیم، واقعا یه زندگی ایدئال بود اون دو سال اول، زندگی که من همیشه دریمشو داشتم تو اون دو سال ما با هم دیگه داشتیم. ولی بعد از اون کم کم ایشون خودشون رو دیستنس کردن و بعد هفته یک بار، ماهی یک بار میرفتن دخترشون رو ببینن و تو اون مدتی که ایشون با دخترشون بودن توی کالیفرنیا نه با من تماس میگرفتن نه هیچی، فقط یه تکست گود مورنینگ اند گود نایت، گود مورنینگ گود نایت. هفته ها میگذشت، سالا گذشت و دختر ایشون وارد دانشگاه شدن، اومدن تو همین دانشگاهی که ایشون هستن، ترم اول توی دورم بودن، ترم بعدش گفتن که سازش نمی کردن با دخترهای توی دورم، بعد ایشون خواستن که بیان خونه. من با کمال استقبال به همسرم گفتم میتونن بیان توی خونه با ما زندگی بکنن و ایشون گفتن که نه، یه خونه از قبل داشتند، گفتن که نه این دوست داره بره اونجا. وقتی که رفتن اونجا دیگه همسرم هم گفتن که با اینکه دخترشون 19 ساله بودن، گفتن که این تنهایی نمیتونه زندگی کنه اونجا و من میخوام که با ایشون باشم. و وقتی هم که با ایشون بودن قانون اینجوری بود که یعنی چی با دخترشون باشن؟ گفتن که ایشون میخوان با دخترشون زندگی کنن چون میترسن امریکا سیف نیست. و ببخشید این پرت و پلاها مال کجاست؟ آخه عزیزم شما رو خط رادیو داری حرف میزنی. آقای دکتر من نمیدونم گریه بکنم یا بخندم. من اصلا تعجب میکنم شما به من میگید همسرتون اینجوری شده. همسر شما به خاطر باورها و احساسات غلطی که هیچ ارتباطی به واقعیت و اخلاق و انسانیت نداره به اینجا رسیدن. و
بعد مثلا این قصه اینکه حالا انگار که پدر یک کسی مرده، مادر یک کسی مرده، دفعه ما به هم بریزیم، انگار یه چیز عجیب و غریبی است. اونم چون آدم تو سن اونور 50 سال، حالا بحثش اینه که پدر و مادر بسا با یه سن بالایی خب فوت کردن، خب این که عادی و معمولی است در یه جامعه. بعدم دختر من اومده اون تنها در یه جایی مانند امریکا. ایشون قرار بود از همسر سابقشون بترسن، نه از مردم امریکا. دقیقاً آقای دکتر، دقیقاً. و مشکل من اینه که اگر که من صحبتی بکنم راجع به همسر قبلشون، ایشون شدیداً با من مخالفت میکنن و میگن نه ایشون مادر دختر من هستن. خب اصلا که هستن، یه شب با یه کسی خوابیدن بچه ها بود، یه همچه افتخاری نداره. عزیزم تولید مثل مادر بیولوژیک و فیزیولوژیک بودن که مسئله نیست. یا آدمی با یه چنین وضعیتی، اولا یه مهریه، ایشون کار احمقانه شون اون مهریه سنگین بود. آقا یعنی چی؟ مهم چی ثابت کنم؟ بعد مهریه رو بعدم بدونن، بعد به خاطر اینکه مادر من تو کماس برم ببینمش، برم اونجا که ببینم این احتمال است. این احتمال هم باشه قطعی باشه. بعد یه مقدار زیادی پول رو از دست بدن، بعد بقیه رو هم برن، بعد دنبال پدر ایشون راه بیافتن، پدر رو از اون خونه. بابا ای والا، یعنی من فکر میکنم بعدم آخه ببینید عزیز، همینجاست که من میگم برخی از این دوستان متخصص ما توحش تخصص دارن، در یه زمینه یه سر بزرگی دارن به اندازه یه آدم عادی، ولی دست و پای دو ماهگی و چهار ماهگی شون دارن. دقیقاً. کدوم آدم عاقلی همچی کاری میکنی شما دوتا کردی؟ این اصلا به نظر من با هیچ واقعیتی نمیخونه. آدم اهل علم باشه و متوجه نباشه که یه چیزی، اینکه یه سانتیمتر یا یه متر خیلی فرق داره. بگونه هر دوتا هم برحال اندازه است دیگه، همه اندازه ها هم مساویه. یعنی من فقط حیرون و سرگرون میمونم. عرض کردم من نمیدونم ما چرا به این اتومبیل های آخرین سیستم اون الاغ بستیم که هر زمان که لازم شد میریم هزار سال قبل. این پرت و پلاها رو مطلب که مادر دختر من رو بینید برمیگردم یعنی مادر دختر شما انگلیسی بلد نیست یا فارسی بلده؟ این چون مادر دختره آدم نباید این حرفا رو بزنه. هر مثلا این چه بحثیست؟ برای بحث درباره کارهاییست که کردن و نقش بد و منفی که تو زندگی شما داشتن و در بسرهایی که درست کردن. به بعدم حالا بحث که در هوا نیست که بشینیم درباره اخلاق اون صحبت کنیم که بگن حرفی نزنید. خب به یه چیزی مرتبطی که با شناخت از اون میشه تصمیم گرفت. روی خط باشید، من دیگه بیش از این شما رو حرص ندم. بریم پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم ببینم این متخصصین ما چه میکنند. واقعا یه جایی باید برای جمع کردن مدارک دانشگاهی تأسیس کرد، برای اینکه بعضیا بهتر مدارکشون ازشون بگیرادم استادم باشن. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام.